الله الرحمن الرحيم. موضوع درس مروزين هو How can take a backup from a file or folder؟ چطور بزنیم یک بکاپ فایل یا فولدر کنیم؟ فرض کنین ما در این استقامت دو فولدر دارم، دیتابیس تولز همراه با جاون لندسکیپ. این دو فولدر یک فایل قایم است، یک عکس های بسیار ضروری است. فرض کنین فایل های دفتر است یا هر موضوعی که شما میگین بسیار ضروری است. ما نمیخوایم که فرض کنین کدام آفت بالایی بیاید یا از بین بره یا دلیت شود یا ویروس بزن. ما میخوایم که اگر این گیره خب میخواییم که حتما یک روز بالای سیستم شما چی میشه؟ یک مشکل پیش میشه. وقت زمانی که مشکل پیش شد تو اگر این دستگاه شما معلوم دار است که این هم چی میشه؟ از بین میره. پس پیش از این که این از بین برم ما یک فرض کنین چی میگم؟ یک تدابیر میگیریم که اگر کدام مشکل بالای سیستم ما میایه باید اونمو دیتای ما شما بکپش گرفته شود تا اینکه پس دوباره باز بتانیم دیتا خلا بدش کرد پس دوباره بدش. خب در این قسمت من دو فولدر دارم، میرین در قسمت استارت بالن کنترول پانل به خاطر بکپ گرفتن از این، میرین در قسمت سیستم اند سکیوریتی ما شما دارین در اینجا بکپ اند ری استور. بکپ اند ری استور کلک کردم بعدا در این استقامت داریم بکپ ناو. اگر من بکاپ نو بگویم چیزی را که قبلا ما بکاپ گرفته بودیم او بکاپش گرفته میشه، پس فعلا حال از اینجا بکاپ نو نمیگیم، در اینجا داریم ما شما چینج سیتینگ، در اینجا باید نوشته میبود کریت ا نیو بکاپ، اما در این استقامت چینج سیتینگ آمده. دقیق باشین که باید داشته باشین، همیشه اگر ما خواسته باشیم که یک بکاپ جدید بگیریم از این میم براش میگیم چینج سیتینگ. یک مشکل است که از خود مایکروسافت برام پیش کرده، خب یک نام است که با او ارتباط نمیگیره، پس ما میم براش میگیم چینج سیتینگ. بالا ایزی کلیک کرده استارتینگ ویندوز بکاپ خب در قدم اول select where you want to save your backup، دستینیشن انتخاب میکنی که در کجا باید این بکاپ ما سیو شود. فرض کنیم ما در قسمت مای کامپیوتر در درایو دی دی نی استقامت میخوام که بکاپ خودم بگیرم، بکاپ کدام فایل ها را؟ این فایل هایی که در دسکتاپ قرار داره، این دیتابیس تولز همراه با جاون لندسکیپ، این دو فولدر. خب در کجا انتخاب کردیم؟ میگیم در درایو دی. بعد اگر شما خواسته باشید در کدام دی وی دی یا سی دی رایتش میکنیم، مستقیم از اینجا دی وی دی یا سی دی رو انتخاب میکنیم. و اینکه اگر خواسته باشید در یک کامپیوتر دیگه است بکاپ بگیریم، باز میتونید که سیو آن نتورک انتخاب کنید که انشاءالله باز از سمستر سیو میره پرکتیکال میخوانیم چطور در یک سیستم دیگه بکاپ گرفته شود. پس فلحال انتخاب میکنیم در درایو دی، بعد برش میگیم next. مجرد که next انتخاب کردیم let windows choose یا let me choose. اگر let windows choose انتخاب کنیم خود windows بر ما شما بکاپ میگیره، کدام جایی که میگیره او ارتباط با windows میشه. مثلا کجا را میگیره؟ یوزر را میگیره، document and setting میگیره، البته قسمت انیمی آدیو ویدیو کلش که در این استقامت document قرار داره این موضوعات را میگیره، شعرها را میگیره. پس هدف ما این نیست که او را میگیره از windows، هدف ما چی است که این دو فولدر را باید بگیریم. پس ما این دو فولدر البته let me choose انتخاب میکنم، بعدا next میگیم براش. مجرد که next گفتیم در این استقامت میبینیم بای دیفولت اینا تمامش چک می باشه، چون قبلا ما بکاپ گرفتیم به اون خاطر یا ان چک کرد، یعنی اینی چیزا را اگر ما پیشتر انتخاب میکردیم let windows choose اینی چیزا را خود سلکت میکرد. پس ما میگم که یارت سلکت نگو، یعنی بکاپ از یارا نگی، بکاپ از چی بگی؟ از این دو فولدرک. این فولدر موقعش در کجا هست؟ در دسکتاپ. دسکتاپ ارتباط با ویندوز میگیره، ویندوز در کجا پیدا؟ درایو سی. پس ما میرم بالای درایو سی، بعد بالای درایو سی که آمدیم دیگه بسیار فولدرها هست. هدف خود در درایو سی طبعا شما یوزرهای مختلف می داشته باشه. اینجا من بالای استقامت یوزر، بالای یوزرهای مختلف، خب بالای استقامت یوزر که آمدیم در اینجا یوزر احمد فیاض پابلک دیفالتی هست، پس یوزر ما شما چی هست؟ یوزر احمد است. ما میرم بالای یوزر احمد، مجرد بالای یوزر احمد رفتم در کدام استقامت یوزر احمد است؟ در قسمت دسکتاپ قرار داره، پس میایم بالای دسکتاپ کلیک کرده و بعد در اینجا ای از قبل چون من انتخاب کرده بودم جاون لندسکیپ انتخاب است. خب ما میخوایم که دیتابیس تولز همراه با جاون لندسکیپ اردوش بکاپ گرفته شود، دیتابیس تولز همراه با جاون لندسکیپ اردوش انتخاب میکنیم. و تو نیک دسکتاپ مکمل انتخاب کنیم، چون دسکتاپ اگر انتخاب کنید چیزی که از نیست در این صفحه کلی بکاپ گرفته. پس ما فقط هدف میاست که زیر دو فولدر انگیم.
include a system image. ای با دیفولت چک می باشه، ایران چک میکنه سیستم ایمیج، میگم نگی از سیستم ما، سیستم ایمیج چیست درس بعدی برکن میگم، بعد برش میگیم نیکست، مجرد که نیکست گفتیم از این دو فولدر اک بگیره و بعد اسکیجول. ای بیشار جات مهم است اسکیجول از این چور به شکل اوتومات فرض کنیم اینمی وقت زمانی که ما بکاپ از این دو فولدر را گرفتیم دیگه چه وقت بول بکاپ از این گرفته شده به اساس اسکیجول، یعنی چی مانا؟ ما فرض کنم بکاپ از این را گرفتم فرض کنیم بکاپ از این را گرفتیم ما فلها اگر ما بیم در داخل از این کدام تغییرات دیگه بیارم فرض کنیم بکاپش گرفته شد تیزنی؟ اگر ما در این کدام تغییرات دیگه میارم باز تغییرات ما اگر اسکیجول ست نکنیم باز تغییرات اون بکاپ ما شما نمیاد پس ما میگم چیزی که آینده ما تغییرات میارم در این فولدرک ها مثلا امروز ما یکان فایل کار رو مندازیم فردا مندازیم هر وقت باز با شکل اوتومات بکاپ از این چی شده بره؟ گرفته شده بره پس ما میگم در قسمت change schedule کلیک کرده از اینجا برش میگیم daily هر روز بکاپ بگیره weekly البته daily را اگر انتخاب کنیم ساعت میتونیم که 2 بجه ایم بگویم هر روز ساعت 2 بجه بکاپ بگیره از این فولدر اگر برش بگویم weekly هفته یک دفعه هر یک فرض کنید هر شنبه ساعت 2 بجه از این فولدر را کوچی بگیره بکاپ بگیره نظر به کارتون است اگر در دفتر روزانه کارتون بود پس شما daily بکاپ انتخاب میکنید در کسی که اگر ویکلی بکاپ انتخاب کنید فرض کنید تا اون یک هفته هیچ بکاپ از او گرفته نمیشه اگر یک مشکل پیش میاد از اون هفته قبلی که اگر گرفته باشه بکاپش کنه گرفته اگر چیز مشکل در یک هفته قبلی بعضی چیزها رو منداخته باشی حضور بکاپش نمیگیره پس اگر کارتان روزانه بود انتخاب میکنید روزانه بکاپ اگر کارتان هفته وار بود از میتونید ویکلی اگر کارتان بسیار کم بود این فولدر اکا بعضی فایل ها رو مندازیم باز میشه که منتلی انتخاب کنید نظر به موضوع فرض کنید فلحال انتخاب میکنم دیلی هر روز ساعت 1 بجه پی ام فرض کنید بکاپ از نمی فولدر اکا گرفته شد پس من از اینجا برش میگم نیکست تایم بیکاری دان انتخاب میکنم بعدا اوکی کرده خب اینجا اسکیجول هم ست کردیم اگر خواسته باشیم که یک بار اینمی رو بکاپ بگیره دیگه بکاپ نگیره باز در این صورت اینمی رو چه میکنیم انچک میکنیم وقتی که انچک کردیم در این صورت باز فقط یک بار بکاپ گرفته میشه دیگه اگر در آینده تو چیز دوم بندازی بکاپ از اون گرفته نمیشه پس اوکی میکنیم میگم هر وقت بکاپ از این میره سیو سیتینگ اند اکسپت یک بار کلیک کرده فلحال سیستم مانوز بکاپ نگرفته پس از اینجا برش میگم بکاپ نه مجرد که بکاپ ببینین تا فعلا اگر من در مای کامپیوتر برم در قسمت درایو دیده اینجا بکاپ نیست از اینجا به خاطر اینکه بکاپ در استقامت قرار میگیره برش میگم بکاپ نه روز انتخاب میکنی؟ روز انتخاب کردیم منی برش گفتیم که روزانه ساعت 1 PM چی شما بکاپ گرفته شد از نمون فولدر خب بکاپ گرفته شد بوده که وزیر دام مردم خب بکاپ ما شما گرفته شد حالا که ما میریم در قسمت مای کامپیوتر درایو دی اینجا بکاپ آمد به نام احمد پی سی شروع که فلحال مشما کامپیوتر نیم ما احمد است میتونیم رینیم هم کنیم مهم نیست خب در اینجا ما بکاپ از این فولدر کار گرفتم این حال یک آفت می فرض که یه ویروس میزنه ایده دلیت میشه یا مشکل ایجاد میشه برات همین مکمل ویندوز ما از بین میره این دلیت میسن اینا رو شما بکاپ داشتید با خاطر ریستور کردن از اون مجرد که ریستور بگیم از ریسایکل بن هم رو دلیت میکنه وقت زمانی که ریستور بگیم پس باید این فایل های ما اینجا قرار بگیره ما میم بالای بکاپ رایت کلیک از اینجا برش میگم ریستور آپشنز چی از این طریق بریم چی بیایم از طریق خود کنترل پنل از اونجا هم پیشتر که شما بکاپ ریستور رفته بگیم یا در سرچ بار مستقیم نشه کنیم بکاپ اند ریستور بعدا میگه ریستور مای فایلز چی از این طریق به چی مستقیم از این طریق خود
بکاپ کار میگیری، از این طریق آسان تر از خلاص میشه. بکاپ ریستور مای فایلز فرام دس بکاپ، از اینمی بکاپ چیکو ریستور کو فایل را یک بار بالایش کلیک کردم، اینجا فلحال چیزی نیست. میخوای که یک فایل ها که ریستور کنی یا مکمل فولدرها را ریستور کنی؟ ما میخوایم مکمل فولدرها را ریستور کنم، پس براوز فار فولدرز برش میگه. بعدا فولدر ما شما بکاپ از کجا گرفته بودیم؟ از درایو سی گرفته بودیم، یعنی پس بکاپ اف سی را انتخاب میکنیم، بعدا برش میگیم اد فولدر. مجرد که اد فولدر گفتیم بعدا نکست نیم، مجرد که نکست گفتیم ان دی اوریجینال لوکیشن، آیا دمو لوکیشن اوریجینال یا قبلیش یا اصلیش که بود، و اصلیش در کجا بود؟ در قسمت دسکتاپ. اگر تو خواسته باشی که در یک جای دیگه اون رو پیست ریستور کنی، در فلش یا در سی دی یا در یک درایو دیگه، باز میتونی که در فالوینگ لوکیشن و بعدم براوز کنی اونجا. فلحال میگم که این در اوریجینال لوکیشن، از اون جایی که دلیت شده اونجا پس ریستور شد. ریستور یور فایلز هاف بین ریستورد. بعدم فینیش میگیم اردو فولدرک مشمول اینا را هر وارد که در این استقامت کدام مشکل ایجاد میشه در این فولدر باید فقط ریستور بگیم فایل های پاس کنیم. چطور؟ سعی کنین امیر اخو شما میتونستین که یک کاپی هم بگیریم به اینجا بعدم پیس کنیم از امیر دو فولدر سعی کنین کاپی میگرفتیم بعدم پیس. اگر این مشکل ایجاد میشد ما میتونستم کاپی دیگه بگیریم. اما ببینیم فرق بین کاپی و خود بکاپ چی هستن. یکی که ما شما در بکاپ اسکیجول تهیه میکنیم که هر وقت فرض کنی از نمی فولدر اکا از این فایل های مشمول بکاپ گرفته شوه یک موضوع، و دوم دیگه که در بکاپ او قدر به زودترین فرصت که در فولدر ویروس داخل میشه بکاپ قدر زود ویروس زده نمیگه. و خوبیش این است که همیشه بکاپ شما چندین فولدر چندین فایل ها را میتونید که در سیم بکاپ بگیرید، مثلا اینکه من زمین جو میتونستم 20 فولدر یا 20 فایل تمام شه یک بکاپ. و بعدن که اگر ما شما فل حال فرض کنید دهی کدام تغییرات میاریم، طور مثال دهی ما میگیرم این مشهد این یک ایمیجک است، ایرم در داخل از این میداد ایر جدید هم نقطه این حال اگر ما دلیت بگویم اینمی ایمیجک ما هم چی میشه؟ دلیت میشه، از بین میره. چرا از بین میره؟ ما شما خواست کجوال دهیه کرده از کجوال ما شما آلا فلحال تا فلحال دو بجه است دو بجه سر رتی شده؟ نشده. مجرد که می دو بجه شد و بزن اون فایل هم چی میکنه؟ بکاپ میگیره، سیو میکنه. اما پیش از دو بجه اگر کدام مشکل ایجاد میشه بس فایل مشمو چی میشه؟ از فایل میگیره. پس اینی اساس اینا اگر دو بجه فرض کنین امروز ساعت 3 بجه اگر برای این کدام مشکل پیش میشه بس از نگاه بکاپ مشمو هیچ مشکل نمیداشته باشه که پس ریستور بگیم اون فایل مشمو تمامش ریستور شده این پس برسید. و این بود موضوع بکاپ. از یک فایل خود چطور بتانیم بکاپ بگیریم. موضوعی بود که How can take a backup from a file or folder. بعد میریم موضوعی بعدیش How can take a system image. من در قسمت کنترول پنل System and Security و بعد در استقامت داریم backup and restore، و در خود backup and restore ما شما داریم create a system image. مجرد که بالای ازی کلیک میکنیم create a system image گفته a system image is a copy of the drives for windows to run. It can also include خب مکمل کپی از درایو های ما فایل هایی که در داخلشان وجود داره ما میخواییم مکمل از تمام از یک ایمیج بگیریم یا یک بکاپ بگیریم. پس در کجا میگیری؟ آن هارد درایو میخوایی که در اینمی هارد درایو بگیری در خود از این سیستم، یعنی از این سیستم در خود سیستم میگیری در کدام استقامتش؟ در درایو دی میگیری یا در درایو ای؟ پس اگر ما انتخاب میکنم در خود درایو یعنی در خود هارد درایو بازی یک گپ خوب نیست. چرا؟ که اگر کدام مشکل در هارد درایو ما پیش وقت معلوم دارد که بکاپ بیایم و مزبه این با چی فایده باز در سیستم ایمیج ما همیشه کوشش کنین که سیستم ایمیج اگر میگرفتین در یک سیستم دیگه یا در اکسترنال هارد درایو دیگه میگرفتین تو اینکه اگر در یک کمپیوتر مکمل یک مشکل ایجاد میشه در هارد درایو چیزش باز بدانیم که در کمپیوتر دیگه یا در اکسترنال هارد درایو فایل خود میگیره. پس اگر در این سیستم باشه اگر کدوم مشکل پیش میشه تمامش از بین میره. میدانیم که one or more DVDs میدانیم که ممکن more DVD چرا؟ بخاطر که مکمل سیستم ما فرض کنیم
100 جیبی هستن دیتاش. پس اونم 100 جیبی دیتاش گرفتن از خودشان سیریا دیویدیو ایجاد دارند. میتونی که مکمل تماشا به دیویدیو بگیری. یا آن نتورک میخوای که دک سیستم دیگه بکاپ بگیری. سیستم ایمیج یا بکاپ دیگه همیشه کوشش کنین که دک سیستم دیگه بگیرین. گفتیم در اکسترنال دیوایس ها بگیری. بخاطر که اگر مشکل پیش آوه در سیستم ما او هم از بین میره. میتونی که انتخاب کنی. اگر دی وی دی داشتین یا در خود هارد درایو یا در یک نتورک فقط نکست گفته به مو هدایت پیش هم شما بکاپ گرفتیم اون قسم پیش میره و بعد از سیستم ایمیج شما چی میشه کرییت میشه و ترتیب میشه. حال فلحال به خاطر که وقت بسیار زیاد میگیره مکمل سیستم ایمیج گرفتن وقت بسیار زیاد میگیره پرکتیکال کار کردن نمیتونیم اما کوشش کنیم شما وزخانه پرکتیکالی موضوع رو کار. بعدا موضوع بعدیش اینجا داریم How can take a repair دسک. چطور بتانیم یک ریپیر دسک بگیریم؟ من در قسمت کنترل پانل در اینجا داریم create a system repair دسک. سیستم ریپیر دسک هدفش چی است؟ که اگر سیستم ما شما کدام وقت بلو سکرین میده یا ویندوز ما خراب میشه مشکل پیش میشه فقط بالای ویندوز پس ما یک دسک داشته باشم که پس همون دسک درج کنم توسط از همون دسک باز ما بدانیم سیستم خودش چی کنیم ریپیر کنیم یا مشکل که بالایش ایجاد شده مشکل حل بسازیم و بعد از اون باز بدانیم در سیستم خود دوباره کار کنیم. یعنی سیستم ریپیر دسک ما شما میدانیم که در استقامت یک درایو بعد مجرد که یک سی دی را درج کردیم در سی دی روم دی وی دی را البته دی وی دی یا سی دی درج کردین فقط کرییت دست میگن تمام موضوعات چه خود سیستم پیش میبره یعنی کدام فایلک هایی که ضروری است برای سیستم ما شما اون فایلک ها را خود سیستم انتخاب کرده و بعد در سی دی برتون رایت میکنه بیشتر فایلک هایی میباشه که ارتباط به بوت سیستم میگیره مثلا اگر وقت اینستالیشن اگر فکرتون باشه ما شما اینستال کردین به اون استقامت 100 MB ریزرو کرد خود سیستم در وقت اینستالیشن 100 MB خودش ریزرو کرد بیشتر اون 100 MB به خاطر بوت کردن سیستم مو شما و بعض فایلک هایی که ارتباط به ویندوز میگیره تمامش در دی وی دی رایت میشه و بعد از اون مجرد که رایت شد اگر کدام وقت بالای ویندوز تان مشکل پیش میشه توسط از همون درایو باز میتونید که سیستم شما ویندوز تان ریپیر کنید پس میتونید فقط کرییت دسک میگین عمل انجام میشه همین سیستم ریپیر دسک خب اینو هم فهمیدین که چطور میتونیم که یک ریپیر دسک سیستم ریپیر دسک ایجاد کنیم و هم چطور میتونیم یک سیستم ایمیج بگیریم از مکمل کامپیوتر همین سیستم ایمیج اگر اندازه پیش میریم باز وقت زمانی که پیش رفت در شروع کردن گرفت باز استاب شد به خاطر که عملی خوبتر بفهمیم کریت ا سیستم ایمیج فرض کنیم انتخاب میکنیم آن درایو دی فرض کنیم ما میخوام در درایو دی سیستم ایمیج بگیریم بعدا برش میگیم نکست ببینیم سیستم ایمیج پیشتر گفتیم که مکمل درایو داره صحیح سنه اینا تو میدونی که انتخاب بعد است خودت است یکی خود سیستم ریزرو و درایو سی را میگیره که ارتباط با ویندوز میشه ارتباط با پروگرام های میگیره تمام شد و دیگه اگر تو خواسته باشی مثلا میدونی که درایو ای و درایو پرکتس هم اینی دو درایو هم که چی کنی شامل بشه یا را میگم بکاپ شوی چیزی که فایل ها هست ایمیج شوی بعد اینکه انتخاب کردی در مجموع اینجا برتون میگه که اسپیس اویلیبل آن لوکال دیسک دی چقدر است 67 جی بی در اینی درایو دی ما جای است 67 جی بی ببینین و چقدر ضرورت داره سیستم ما اسپیس ریکوایرد تو سیو ا بک اپ اف دی سلیکتد درایو 95 جی بی مکمل دیتا ما فلحال از درایو سی یا کس کلش 95 جی بی داشت 65 جی بی امکاناتش نیست ما شما رو تقدیم کنیم پس فرض کنیم این درایو ای را میگم نباشه خب اگر درایو ای را من چک میکنیم بازم 76 جی بی اینجا ما شما 67 جی بی داریم اینجا 76 جی بی ضرورت است پس پورا کردن نمیدونم خلاصا نکست میگیم بعد از اون باز فنش گفته اون بکاپ پروسه که پیشتر تایی شد اون تایی بشه و در اون خلاصا نکست میگیم بس خواهد